سلام به همه شماهایی که دارید به پادکست داکیو دراما گوش میدید در اردی به 1402 هستیم من علی فیزی هستم و میخوام معکدا ازتون دعوت بکنم که این اپیزود رو که اپیزود پنجم پادکست داکیو دراما هست گوش بدید تا حالا اسم ارتش خصوصی به گوشتون خورده بهشون PMC هم میگن ارتش خصوصی یکی از پر ترین و البته کسیف ترین صنایع دنیا PMC یا کمپانی های نظامی خصوصی تو خیلی از جنگا نقش پررنگی دارن چه توی خاورمیانه چه تو قاره آفریقا چه تو آمریکای لاتین هر جا خبری از جنگ هست احتمالا چند تا از این پی هم یه نقشی بر عهده دارن بسته های دلاره که داره چپونده میشه تو صندوق عقب ماشین رؤسای این کمپانی ها تا ببرن واسه پولشویی مسئله پوله مسئله قدرته هر جای دیکتاتور محلی یا یه دیکتاتور مستبد و قدرتمند هست جنگ سالار هایی هم هستند که مدیر این ارتش های خصوصی مثل پشه ای که گرد شیرینی جمع میشن میرن سمت اون جنگا میرن سمت اون مناطق تا یه لقمه چربی از ته اون کاسه در بیارن حتی حتی به قیمت سلاخی شدن بچه ها به قیمت تیکه پاره شدن مردها و زنای بیدفاع بعد میدونید جالبه که صنعت ارتش خصوصی خیلی قدمت داره شاید واقعا یکی از قدیمی ترین صنایع دنیا هم باشه نمیدونم مثلا سریال گیم آف ترونز رو دیدید یا نه اگر دیده باشی احتمالا خاطرتون هست هر فرمان روایی هر پادشاهی که میخواست بره یه جای سرزمین رو بگیره اول میرفت چند تا از این گروه های نظامی, رو، نظامی خصوصی رو پیدا میکرد یه پولی بهشون میداد اونا رو میخرید اجیرشون میکرد مثلا آن ها رو یادتونه انگاری کارخونه بود یه کارخونه بود که محصولش مردای جوان آموزش دیده بودن بدون هیچ احساسی مثلا یه جا فرمانده ی آنسالیت ها میخواست به مشتریش نشون بده که آقا محصولات من یا همون مزدورای نظامی من خیلی حرفه این اصلا احساس تو وجودشون نیست یک کارت دستش گرفت رفت نوک سینه یکی از این مردای مزدور رو برید طرف خم به ابروش نیومد اینجوری میخواست نشون بده که مثلا ببین من چه محصولاتی میتونم در اختیارت بذارم یعنی اساسا من فکر میکنم از زمانی که آدمیزاد با مفهوم جنگ گروهی درگیر شد از زمانی که مفهوم قدرت و قدرت طلبی برای آدم معنی پیدا کرد ارتش خصوصی هم انگار سر و کلهشون پیدا شده آدم های فرصت طلبی پیدا شدن که یه عده موضور بی خانمان و فقیر رو پیدا میکردن باهاشون یه ارتش خصوصی تشکیل میدادند بعد از فرمان رواهای مختلف پول میگرفتند تا این افراد رو در اختیار اونها قرار بدن بهش فکر کنی خیلی ایده عجیب قریبیه ها یعنی اصلا با بیرحمان بودن و غیر انسانی بودن این کاری ندارم اینو بذارید کنار خیلی مسئله ویژه و خاصیه وقتی به کنهش فکر میکنی حالا این حرفا رو ول کنی تو این اپیزود میخوام ببرمتون توی ساختار تشکیلات یه ارتش خصوصی سری و پیشرفته به اسم واگنر واگنر PMC سی از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین شروع شد خیلی تابلو خیلی بدون تعارف دیگه تبدیل شد به دست راست پوتین واسه قلقم و و اوکراینیا تأسیس این گروه البته مربوط میشه به سالها قبل ماجراهای خودش رو هم داره تو خیلی از جنگ‌های خاورمیانه و اروپای شرقی و آفریقا اینا عملیات داشتن عملیات های زیادی هم اجرا کردن ولی از جنگ اوکراین به بعد بود که دیگه کل دنیا با اینا آشنا شدن ولی واگنر مثل ارتشای خصوصی آفریقایی و خاورمیانه ای نیست اینجوری نیست که چند تا آدم زپرتی آواره رو جمع کنن چهار تا قداره و کلاشینکوف داغون و مستحلک بدن دستشون که اینا برن پشت از این وانت های توییت ها وایسن و جست بگیرن واگنر حاصل سالها کار اطلاعاتی و امنیتی پوتین و اولیگارش های روسیه است. واگنر یه سیستم مخوف و پیچیده داره که اونو از بقیه ی ارتش های خصوصی دنیا متمایز میکنه پس این شما و این داستان واگینر که حاصل کار یه آشپز، یه کهنه سرباز و چند تا آدم کلخره که دور یه میز نشستن و این ارتش رو به ترسناکترین ارتش خصوصی دنیا تبدیل کردن در زم مثل همیشه از کلی منبع برای گردآوری اطلاعات استفاده کردم از مقالات بلینکت تا رویترز، گاردین، فارین پالیسی و خبرگزاری ها و پجوهشکده های مختلف اطلاعات رو پازلی گذاشتم کنار موزیک شنیدید رو آهنگساز شهیر آلمانی ریشارد واگنر ساخته کسی که شباهت اسمش به اسم ارتش خصوصی روسی ما بیدلیل نیست ولی بیایید بریم به حدود سالهای 2013-2014 نزدیک ده سال پیش شخصیت اصلی داستان ما یه تاجر روسه به اسم یفگینی ویکتوروویچ پریگوژین که اون تو این روزها الان داره یه پروژه یه سری خیلی مهم رو پیش میبره ما دیگه پریگوژین فقط بهش میگیم چون خیلی اسم طولانی و سختی داره سر و صورت کاملا بیمو، صورت پهن، فرم اجزای صورتش قشنگ نمادی از قدرتش چشماش یه جوری خیرن یه جوری آرومن که نشون میده از ایناست که وقتی شب و ملت خوابن این میشینه واسه فردای همه نقشه میکشه و حالا وقتی داستان این اپیزود پیش بره بیشتر آشنا بشید باهاش و ببینید که چه ذهن استراتژیستی داره چقدر باهوشه میگیرید چی دارم میگم چرا میگم از اوناست که شبا میشینه واسه این اون نقشه میکشه پریگوژین یه اولیگارشه جزو حواریون پوتین هم به حساب میاد و این پروژه‌ای که الان تو سال 2013-2014 داره روش کار میکنه داره پیش میبره بی ربط به سیاست های نظامی و تجاری پوتین هم نیست حالا اگر هم کسی نمیدونه الیگارش چیه خیلی خلاصه بگم به افراد ثروتمند و بانفوزی گفته میشه که تو سیستم اداری و سیاسی روسیه صاحب منصبن کسایی که وقتی دولت روسیه مثلا میخواد یه پروژه عمرانی بزرگ مثل پلسازی صنایع انرژی از اینجور جور چیزا اجرا بکنه اینا اینقدر پول و نفوذ دارن که بین خودشون قرار رو دست به دست کنند و عملا بخش زیادی از قدرت و ثروت روسیه تو دست همیناست نمونه بارز و مشهورش هم رومن آبراموویچه رومن آبراموویچ اسمش سخته مالک باشگاه چلسی بود یه زمانی البته الان دیگه نمیدونم هست یا نه چون بعد از جنگ روسیه جز اون کسایی بود جز اون اولیگارش هایی بود که خیلی فشار روش بود و گویا ترک کرد این باشگاه رو این یه زمانی دست چکش واسه خرید بهترین بازیکنهای فوتبال جهان آماده بود و من که تو فوتبال تو پرانتز بگم من که تو فوتبال عاشق آنری شفچنکو بودم و هنوزم خیلی دوستش دارم هیچ وقت این آدم رو آبراموویچ رو بابت خریدن شفچنکو و نابود کردنش نمیبخشم فوتبالی ها دقیقا میدونن چی دارم میگم الان پرانتز بسته اگه خاطرتون باشه بعد از شروع جنگ اوکراین کشورهای غربی شروع کردن به تحریم کردن اولیگارش های روسیه از یکیشون قایق گرون قیمتش رو مصادره کردن اون یکی رفتن حساباش رو مسدود کردن از این کارا در واقع این جنگ باعث شد منافع خیلی از این اولیگارش ها در خطر بیفته قشنگ معلوم بود تو دلشون دارن به پوتین فوش میدن لعنت میفرستن ولی تو ظاهر مجبور بودن بالاخره یه حفظ ظاهری بکنن دیگه بیان بگن آره کار پوتین درست بود باید کلک این فاشیستای اوکراینی رو بکنیم اصلا اینا بودن جنگ رو شروع کردن و از این حرفها دلیلش هم واضحه دیگه اینا هرچی دارن از پوتینه ولی بودن اولیگارش هایی هم که کاسب همین جنگ به حساب میان یکیشون هم سوژه داستان ماست پریگوژین گفتم که الان داستان تو ماه های آخر 2013 و ماه اول 2014 میگذره پریگوژین داره اون پروژه محرمانه رو پیش میبره قبل اینکه بخوایم ببینیم چی اون پروژه،, پروژه چی کار داره میکنه بهتر یه رزومه ازش رو بکنم تو دهه 1990 یه تاجر موفق بوده این آدم برعکس خیلی از اولیگارش ها که تو حوزه انرژی به پول و پله رسیدن این بابا اون موقع تجارت و عمده سوسیس می کرده. خیلی هم خوب و زود پیشرفت کرد پریگوژین از اوناست که سوزن یه کاره نیست تو هر حوزه وارد میشه سری میره دنبال چاله چوله ها میره ببینه چه فرصتی میتونه پیدا بکنه که ازش یه پول و قدرتی گیر خودش بیاره همزمان که این داره تو تجارت رشد میکنه پوتین هم اون طرف داره پله های رشد رو یکی یکی طی میکنه فعلا هیچ آشنایی با هم ندارن پوتین میشه مشاور شهردار سن پترزبورگ رفته رفته و پریگوژین تو همون شهر داره سطوح تو تو تجارت رو پیتایی میکنه بالاتر میره وزش بهتر میشه دیگه چند سال بعد تو همون اواخر دهه 1990 میلادی پوتین شده رئیس جمهور روسیه پریگوژین هم همزمان یه رستوران خیلی بزرگ افتتاح کرده رفته رفته این رستوران تبدیل میشه به پاتوق پوتین و کل گنده های سیاسی روسیه میرفتن اونجا شام میخوردن دور هم درباره سیاست و تجارت و اینجور با هم صحبت میکردن اینجوری شد که خیلی زود پریگوژین تو همون رستوران فرصت اینو پیدا کرد که با پوتین رفیق بشه و این رفاقت به جایی رسید که دیگه پوتین مزایده های مربوط به مواد غذایی بزرگ رو میداد به این کلی هم قرارداد کلفت گیرش اومد واسه دولت روسیه ارتش روسیه خیلی از مدارس حتی تجهیزات میگرفت خوراکی و مواد غذایی تامین میکرد یه خورده که گذشت دیگه رسانه ها کامل اون رو شناخته بودن و ازش به عنوان آشپز پوتین یاد میکردن یه عکسی هم هست تو فضای اینترنت که خیلی وایرال شد یه دوره ای خیلی نمادین این عکس پوتین تو رستورانش نشسته رستوران پیرگوژین و پشت میز غذاخوری و داره آماده میشه غذا بخوره پیرگوژین هم پشتشه اینجوری دستش دراز کرده و داره گیلاس پوتین رو پر شراب میکنه دیگه حالا همه اون رو با اسم آشپز پوتین میشناسن ولی پریگوژین فقط یه آشپز یا حتی یه تاجر ساده نموند از اینایی نشد که بشن پادوی آدم گنده و وقتی حسابی سواری دادن و چوب خطشون پر شد مثل یه مهره سوخته هز بشون بکنن پیریگوژین انقدر هوش و توانایی داشت که خودش رو کامل بکشه بالا که بتونه توی صفحه شطرنج سیاست روسیه بره نزدیک های شاه بره نزدیک های پوتین خودش رو نگه داره حفظ بکنه همزمان که الان من دارم این پادکست رو ضبط میکنم یه یعنی اپیزود رو دارم ضبط میکنم نه تنها باد خیلی شدیدی داره میاد که رد و برق هم خیلی وحشتناک داره میزنه بعد ما طبقه بالا هم هستیم طبقه چهاریم خیلی بیشتره نمیدونم صداش اصلا بیفته یا نه اما حس و حال جالبی داره به خودم میده موضوع موضوع اکشن و بالاخره خاصیه و این رد و برق و صدای بادم حس خاصی بهم میده خلاصه یکی از مهمترین کارهایی که پریگوژین توش وارد شد و خیلی هم خوش درخشید صنعت محتوا صنعت رسانه است اصلا این آدم شد متخصص تولید و انتشار ترول ترول های اینترنتی گرفتید قضیه چیه دیگه از تجارت سوسیس وارد دنیای کار و بیزنس شد با سیاست مدارا گرم گرفت وارد حلقه های قدرت شد بعد زد تو کار رسانه یه طوری هم میزنه تو کار رسانه که اصلا ازش به عنوان پادشاه ترول ها یاد میکنن حالا ترول چیه اگر نمیدونید تو لغتنامه کمریج اینجوری گفته میگه ترول یه پیامیه یه متنیه چیزیه که تو اینترنت منتشر میکنی به قصد آزار دادن آدما یا جلب توجه نمیدونم چقدر درباره فعالیت های روسیه تو حوزه نشر اطلاعات توی اینترنت و شکل دهی افکار عمومی اطلاعات دارید ولی در همین حد بگم که روسیه سرمایه گذاری وسیعی داره میکنه از سالها قبل تو این حوزه میخواد مثلا به زعم خودش اینجوری میگه میگه ما میخوایم با کشورهای فاسد و منحرف اروپایی و آمریکایی مبارزه بکنیم و از اون طرف مشخصی که میخواد به افکار عمومی حداقل تو روسیه جهت بده و تو خیلی از کشورهای دیگه پیرگوجین هم یکی از مهمترین سرمایه گذارها تو این حوزه است الان دیگه قشنگ کنترات برداشته ببینید اینقدر کارش قوی بود که بعضی ها میگن تو انتخابات 2016 آمریکا هم نقش داشت یادتونه یه دوره خیلی داغ شده بود این قضیه میگفتن که ترامپ و روسی آورده رو کار اینو یادتونه دیگه میگفتن اصلا ترامپ مهره روسی است حالا من کاری الان با درستی یا غلطی این جریان ندارم ما. ولی خب خیلی ترند شد این قضیه دیگه پیریگوژین اتفاقا جزو مهمترین افرادی بود که میگفتن تو اون پروژه نقش داشته و سعی می کرده با انتشار ترول ها روی اون انتخابات تاثیر بذاره حالا کسی چه میدونه شاید همین حرف همین حرف که ترامپ و روسیه آورده خودش حاصل همون ترول سازی ها بوده حالا به عنوان حد به عنوان فرضیه شاید خلاصه که پیریگوجین یه همچین آدمیه دیگه الان شناختیم دستمون اومد کیه چیه چجوریه بیایید برگردیم به همون سالی که داستان شروع شد 2013 2014 به نظرتون یا آدمی مثل پریگوژین که تو صنعت مواد غذایی یا به قول خارجکی ها تو صنعت کیترینگ فعاله چرا باید تو اون دوره مهم که تقریبا 8 ماه طول کشید 144 بار از طریق موبایلش با دیمیتر پسکوف که مشاور پوتین بود و سخنگوی ریاست جمهوری بود صحبت بکنه چرا تو اون دوره هشت ماهه باید 99 بار از طریق موبایلش با آنتون واینو رئیس دفتر پوتین صحبت بکنه 54 بار با ایگور دیویکین معاون رئیس دفتر پوتین 25 بار با ژنرال الکسی دیومین رئیس سابق اداره امنیت روسیه 31 بار با دوشویگو معاون وزیر دفاع سه بار با یوری اوشاکف سفیر سابق روسیه تو آمریکا و مشاور ارشد پوتین تو سیاست خارجه با اینو داشت تلفنی بر... تماس برقرار میکرد اون هشت ماه تازه حداقل دو بار هم ملاقات حضوری داشت با شخص وزیر دفاع روسیه یعنی سرگی شویگو این همه تلفن و ملاقات با افراد امنیتی سیاسی خورده بودار دیگه نیست این اطلاعات رو چیزی که الان گفتم تعداد تماس ها و اینا سال 2015 یه گروه هکری روسی از طریق حک ایمیل های دستیار پریگوژین به دست آورد و اینا رو خبرگزاری بلینکت روشون کار کرد و دسته بندی کرد و نتیجه رو منتشر کرد یه نموداری هم منتشر کرده یه نمودار گرافیکی تعاملی مثلا رو هر اسلایسش که کلیک میکنی بهت میگه اون فردی که توش تو اون دوره در ارتباط بوده پریگوجین باهاش کیه چه است به کجا وصله اینو تو نسخه تصویری یوتیوب میذارم براتون میبینید خیلی عجیبه جدا این خبرگزاری خارجی بعضی هاشون دیگه لنتی خیلی حرفه ای آدم مقایسه نمیکنه با خبرگزاری داخلی جدا خیلی دیگه اینا پیشرفت کردن ماجرای پشت این همه زد و بند این بود که پریگوژین داشت تلاش میکرد یک گروه نظامی رو که چند وقتی بود داشت فعالیت میکرد بیاره بالا و ازشون یه ارتش خصوصی بزرگ و قوی بسازه طبق قوانین روسیه فعالیت, های فعالیت گروه های پی ام سی یا همون ارتش های خصوصی ممنوعه ولی خب پوتین آدم جاه طلبیه. آدمی نیست بتونه محدودیت های قانون رو تحمل بکنه او کلی طرح و نقشه داره واسه اروپای شرقی، خاورمیانه، آفریقا، جاهای دیگه. قشنگ هر روز صبح که از خواب بیدار میشه میگه خب امروز برم سراغ کدوم منطقه. طبیعیه یه همچین سیاستمداری بیشتر از هر چیزی نیاز داره به یه بازوی نظامی. یه بازوی نظامی که هر جا میخواد بره عملیات اجرا کنه و هیچ ردی از خودش به جان نذاره. خیلی از کارهایی که مد نظر پوتین بودن و ارتش رسمی روسیه نمیتونست انجام بده این ارتش نمیتونست بره فلان جا از حاکمای محلی پول بگیره تو جنگ های منطقه منطقه‌ای نقش بازی کنه نمیتونست بره از چاهای نفتی تو سوریه و لیبی محافظت کنه نمیتونست تو آفریقا تجارت الماس بکنه نمیتونست کلی پول به جیب پوتین و رفقاش بزنه پس اینطوری شد که تو ماهای آخر 2013 و ماهای اول 2014 پریگوجین داشت با این مهره های مهم اطلاعاتی امنیتی روسی زد و بند می کرد تا بتونه به عنوان حامی مالی این ارتش خصوصی که حالا دیگه اسمش شده واگنر فعالیت بکنه یه رد و مرقی زد که برق کلم پرید <تصفح> واگنر از چند ماه قبل به عنوان یک گروه متشکل از مزدورای روسی کارش رو شروع کرده بود در کنار پریگوژین توی این اپرایی که قرار بود واگنرها برای آقای پوتین اجرا بکنن یه نفر دیگه هم نقش داشت البته نیکولای اوتکین دومین شخصیت داستان این اپیزوده یه کهنه سرباز روسیه که تا سال 2013 به عنوان یه نظامی کار کشته تو خیلی از گروه های نظامی فعالیت کرده بود نهایتا سال 2013 از آخرین ارتش خصوصی که توش فعالیت میکرد جدا شد و اینجوری گفت آقا من دیگه بازنشستم من دیگه نمیخوام کار کنم نیکولای اتکین متولد جوان دو... 1970 تو دوره عضویتش توی ارتش کشور روسیه توی هر دو تا جنگ چچن حضور داشت اگه اپیزود قبلی یعنی شمیل شبه قفقاز رو شنیده باشید خوب میدونید این جنگ های چچن چی بود جنگایی که ها از روسیه استقلال می‌خواستن، روسیه هم این استقلال رو حاضر نبود بهشون بده دو تا جنگ خانمانسوز به خاطر همین مسئله رخ داد خلاصه که اتکین تو اون جنگام بوده نیکولای اتکین رو اینجوری میشه توصیف کرد زندگی عادی برای این آدم یعنی اینکه صبح بیدار شه تو خط مقدم با صدای گلوله بره یه آبی به صورتش بزنه پوتین پاش کنه اسلحه برداره بره کلی آدم بکشه دوباره شب بیاد تو سنگر بگیره بخوابه به امید جنگ فردا همسر سابقش میگه نیکولای اصلا زندگی معمولی براش سخته میگه این وقتی میومد مرخصی فقط روز شماری میکرد مرخصیش تموم بشه دوباره اینو بفرستن یه معموریت دیگه یه عملیات دیگه خب این آدم هسته یه اولیه واگنرها رو خودش تشکیل داده بود یعنی هنوز مونده تا پای پیریگوژین به قصه واگنرها باز بشه الان یه فلش زدیم ما در واقع به داستان واگنرها که چجوری اینا اصلا تشکیل شدن در واقع اینطوری بود که اتکین به عنوان یه نظامی با تجربه هسته اولیه ی واگنر رو ساخت بعد که پیریگوژین اومد تو داستان کلی پول خرج کرد اومد این گروه ها تجهیز کرد براش نیرو جذب کرد براش سلاح گرفت تا تبدیلش بکنه به یه PMC در حد اینکه بتونه عملیات های بزرگ تو سطح دنیا انجام بده نیکولای اوتکین فاز نجات پرستی شدیدی هم داره گزارش های زیادی شده از نفرتش نسبت به یهودیا عاشق هیتلر و نازی هاست ریشارد واگنر کسیه که هیتلر و اس اس های آلمان اون رو میپرستیدن همون دوره جنگ جهانی دوم موسیقی های واگنر همیشه تو محافل اینا پخش میشد اصلا همینم هم باعث شد که نیکولای اوتکین علاقه عجیبی پیدا بکنه به موسیقی واگنر و اسم اون رو بذاره روی گروه نظامی تازه تحسیزش. پس سال 2014 که شروع شد اوتکین به عنوان فرمانده میدانی و پیرگوجین به عنوان حامی مالی و چهره کاریزماتیک واگنرا رو بردن توی فاز جدید ناگفته پیداست دیگه همه این فعالیت ها زیر سایه یه نفر دیگه داره انجام میشه یه نفر که کلی برای واگنرا ایده و نقشه تو سرش داره آقای ولادیمیر پوتین پس ماجرای واگنرا تازه شروع شده یه سلاح مخفی مرگبار برای روسیه قبل اینکه بخوایم بریم سراغ جذب نیرو، آموزش نیرو، رشد دادن اونا و اینکه مثلا عملیاتش، عملیات تو شرق اوکراین و لیبی و سوریه و کلی کشور دیگه چجوریه، یه نکته ریز دیگه هم بگم و رچم ازش. درباره اوتکین دوتا حرف هست. یه عده میگن آقا اوتکین تو ماشین کشتار واگنر نقش شاگرد شوفه رو داره. فرمانم دست پریگوجینه. یه روایت دیگه هست میگه نه آقا پریگوژین یه شاه مهره است یه آدم حسابیه تو سیاست روسیه نمیاد خودشو بیخودی با یه نظامی سطح متوسط مثل نیکولای اوتکین یکی بکنه در واقع روایت دوم داره میگه اوتکین یه عروسک خیمه شبازیه برای پیریگوژین سندش چیه محققای بلینکت یه رزومه از اوتکین پیدا کردن که مربوط میشه به سال 2013 یعنی قبل اینکه اصلا یادم بره سراغ تشکیل گروه واگنر یه رزومه داشته تو این رزومه یه شماره تماس هست از اوتکین یه نشانی که تو شهر پسکوف گویا داشته زندگی میکرد اون موقع بعد گفته که من دنبال یه شغلی هم تو رده معاون مدیر کل و حاضرم برای این شغل بیام به مسکو بعد حقوق درخواستی من ماهانه 300 هزار روبله که میشه کمتر از هزار دلار گویا و تو قسمت سوابق کاریش هم گفته که من بین سالهای 1988 تا 2008 فرمانده یگان بودم تو واحد نظامی 64044 تو پرانتز جی اینو بگم این جی به یو به واحدهای ارتشی میگن که مال کشورهای بازمانده از اتحاد شعروی هن. به اونا اسپت ناز گفته میشه در است و حالا جی آر یو هم یه اصطلاحیه برای اشاره به همونا این که حالا اسپت ناز چیه جی آر یو چیه ماجراش خیلی مفصله شاید بعدا تو اینستاگرام داکیو دراما دربارشون بنویسم حالا سه اوتکین یه همچین چیزی داره از خودش رو میکنه تو رزومش میگه من این جوایز نظامی رو دارم و بعد 5 تا ویژگی جالبم از خودش آورده مثل این رزومه هست میگن مثلا خودتو تو پنج تا جمله توصیف کن میگه من رهبر تیمی ام بلدم تیم رو رهبری کنم ارتباط دهنده خوبی وظایف تعیین شده رو با موفقیت انجام میدم همیشه بلدم زبان آلمانی و در حد مبتدی و در کار با اصله هم خوبم دیگه حالا راجع به بیمه و مزایا و چه میدونم امکان اضافه کاری چیزی نگفته اگه تو جاب اینجا رزومه پر میکرد نمیذاشتن این قسمت ها رو خالی رها کنه بره حالا گفته میشه این رزومه اگه واقعیت داشته باشه یعنی احتمالش هست که ادکینو اینا اومدن رو هوا قاپیدن گفتن به به عجب لغمه اینو بیاریم ازش کار بکشیم واسه تاسیس واگنر اونم حواستون باشه چند ماه مونده که جنگ اوکراین شروع بشه اون جنگی که روسیه موفق شد کریمه رو از اوکراین جدا بکنه خب طرف مقابلم میگه آقا خیلی بعیده اینو واسه یه کاری مثل یه پروژه‌ای مثل تاسیس واگنر که اینقدر مهم از لحاظ اطلاعاتی امنیتی بعیده بیان اینجوری رزومه بگیرن و یه کسی مثل اوتکینو مثلا که فرض کنیم هیچ کار است بیارن ازش مثلا بیارن تو این پروژه که خیلی بعیده احتمالا اوتکین آدم مهمی بود از همون اولم حالا فعلا کاری با این دوتا روایت متضاد نداریم فقط خواستم اینو به عنوان یک کد داشته باشید این قضیه رزومه رو حالا بعدتر به یه جایی میرسیم که این کده به کارتون میاد خب دیگه اوپرای واگنرا شروع شده. قراره به عنوان اولین عملیات اینا رو بفرستن به شرق اوکراین. سال 2014 نمیدونم انقلاب سال 2014 اوکراین رو یادتون هست یا نه؟ میشه سال 93 خودمون، 1393 خورشیدی هر بار میزدی شبکه خبر یه جمعیت زیادی رو داشت نشون میداد تو یورو میدان شهر کیف جمع شده بودن داشتن علیه اون دولتی شعار میدادن که طرفدار روسیه بود تو پرندز اینو حالا میگم برای اینکه اطلاعات عمومیمون بالا بره بعد به حال این چیزها رو هم یاد بگیریم که بتونیم بهتر منطقه رو بشناسیم کشور خودمون رو بشناسیم و چیزهای دیگه جنگ الان اوکراین و روسیه ادامه همون قضایی هست. خیلی خلاصه بگم مردم اوکراین عمدتا تو قرب طرفدار رابطه با اروپان طرفدار عضویت تو ناتو هن. یه بخشی هم از شرق اوکراین مردمی هستن که روس تبارن و یه بخشی از اونها میگن آقا ما دوست داریم با روسیه رابطه داشته باشیم اون موقع دولت یانوکوویچ دولتی بود که سمت روسیه قش کرد دیگه مردم اوکراین نتونستن این وضعیت رو تحمل کنن ریختن و یه تظاهرات بزرگی رو انداختن و دیگه طوری شد که آخرش یانوکوویچ فرار کرد از کشور منتها روسیه این مسئله رو قبول نکرد گفت نه علیه دولت رسمی اوکراین کودتا شده خداییش ببینید قضیه رو مردم کشور گفتن ما این دولت رو نمیخوایم طرف فرار کرده رفته رئیس رو جمهور روسیه به عنوان یک کشور خارجی اومده و صد میگه شما دارید کودتا میکنید یعنی میگم روسیه متخصص نشر اطلاعات برعکس تو اینترنته میتونه مثلا ذهن مردم رو جهت به دقیقا قضیه اینه آقا تو داری علیه مردم کودتا میکنی مردم علیه خودشون که کودتا نمیکنن یعنی ببینید واجه ها رو چطوری باهاش کار میکنن خلاص روسیه یه حمله ای کرد به اوکراین و نتیجهش این بود که منطقه کریمه رو تو شرق اوکراین الحاق کرد به خاک خودش بعد دیگه حالا یه جمهوری هایی شکل گرفت جمهوری دونک دونتسک و جمهوری لوهانسک البته هیچ کشوری هم اوکراین و هم سایر کشورهای دنیا هیچ کدوم این دوتا جمهوری رو به رسمیت نشناختن فقط روسیه و سوریه و کره شمالی و انصارالله یمن این دوتا جمهوری رو به رسمیت شناختن بنابراین سال 2014 شد اولین جنگی که واگنرا توش عملیات اجرا کردن فعلا کسی تو دنیا خبر نداره از تشکیل این گروه. فعلا خیلی پروژه مخفی داره پیش میره. واگنر بر اینکه بتونه تو این جنگ دست روسیه رو ببره بالا، نیاز به کلی نیروی تازه نفس داشت. این شد که یه عده متخصص مخزنی آنلاین رو انداخت. اینا رو میآوردن تو چت رومای مختلف، چت که موضوعات جنگی و نظامی داشتن. اینا میرفتن به کسایی که فکر می‌کردن میتونن گزینه مناسبی باشن، پیام میدادن، سر رو باز میکردن. حالا اسکای نیوز یه رکوردی داره از چت که انجام شده بین مامور و واگنر و یه جوون که حالا اون جوونه اومده به این مامور پیام داده گفته آقا شنیدم مثلا شما نیرو میخواید من اینو خلاصه براتون میخونم اون فرد استخدامی اون جوونه گفته که شنیدم که واگنر به دنبال نیروست من در لشکر فلان ارتش بودم این مامور واگنر گفته شما در چه شکل فیزیکی هستید این گفته من میتونم 10 کیلومتر بدوم بعد واگنریه پرسیده میتونید سه کیلومتر رو توی 13 دقیقه طی کنید این گفته حتما تو ارتش 11 کیلومتر رو توی 40 دقیقه میدویدم بعد واگنر گفته وضعیت مالی و بدهیات و اینا چیه این جوونه گفته که من مشکل مالی دارم من میخوام یه آپارتمان بخرم پول ندارم بعد واگنر پرسیده که پاسپورت معتبر داری واسه سفر اینم گفته بله حتما بعد ماموره گفته خیلی خوب بیا ملکینو تو شانس بالایی داری واسه انتخاب شدن حالا میگم و چیه قضیهش از اون طرف واگنر یه مسیر دیگه هم داره واسه جذب نیرو اونم به گرفتن زندانی که به خاطر این سابقه جرایم خطرناک امیدی ندارن به آزاد شدن میره اون آدمای شرور رو بیرحم و انتخاب میکنه میاره تو ارتش و اینها رو به کار میگیره حالا بهشون قولای هم میده دیگه مثلا به زندانیای بلاروسی قول پاسپورت روسی میده به خود زندانای زندانایی که روسی تبارن مثلا قول چیزای دیگه میده و گویا اکثریت واگنر رو همینا تشکیل میدن اینم بگم شخص پیریگوژین خودش تو این زمینه کار میکرده یعنی تو مصاحبه هاش بعدها دیگه حالا میگم کار به جایی میرسه که دیگه اصلا رو میکنه و افتخار میکنه به این قضیه میگه آره من خودم میرفتم نیرو جز میکردم تو زندان ها میگشتم ببینم زندانی به درد بخور و خوب چی است اونا رو عوض میکردم بعد حالا اسکای نیوز میگه که ملکینو یه روستای کوچیکیه توی جنوب روسیه اینجا پایگاه نیروهای ویژه وزارت دفاع توشه بعد توی این پایگاهه که مال وزارت دفاع روسی است که بخشی رو اختصاص دادن واسه گزینش و آموزش نیروهای جذب شده واسه واگنر قطعا اونجا هم یه چیز خصوصی و خیلی سریه دیگه یعنی یه پایگاه رسمیه که تو دلش یه جای سری هم هست واسه واگنر خود گزینش و آموزش هم کلی ماجرا داره کسایی که هیچ تجربه ارتشی و نظامی ندارن باید از صفر آموزش ببینن اینا رو به عنوان نیروی پیاده نظام وارد میکنن هر روز و هر روز تمرین تمرین ها یک الا دو ماه طول میکشه یاد میگیرن چجوری جوری با سلاح کار کنن بهشون رانندگی با ماشینای مختلفو یاد میدن بتونن مثلا حرکت بدن ماشینای مختلفو بعد اونایی که یه خورد استعداد بیشتری نشون میدن اونا رو میبرن تو تیپ توپخونه و یا واسه تیمای شناسایی اینا رو به کار میگیرن و اونایی هم که مثلا بی استعدادترن واسه همون پیاده نظام بعد جالبه برای آموزش اینا از کیت های نظامی ناتو استفاده میکنن یعنی میخوان همه چیز استاندارد باشه با ابزار و وسایل استاندارد اینا کار بکنن اینجوری شد که گردان گردان نیروهای واگنر رو میفرستادن به جنگ اوکراین روسیه تو اون جنگ تونست شکست سختی به اوکراین وارد بکنه و گفتم که کریمه رو از شرق اوکراین گرفت بعد حالا اینم باز تو پرانتز الحاق کریمه با شرکت مردم تو انتخابات اجرایی شد گفتن که بالای 90 درصد مردم رأی دادن به جدایی کریمه ولی مردم اوکراین هیچ‌وقت اون رأیگیری رو قبول ندارن اصلا ببینید حتی اگر نتیجه انتخابات واقعی هم باشه و اصلا قبول کنیم آقا هیچ تقلبی نشده واقعا و انتخابات در شفافیت برگزار شده ولی بازم یه باگ بزرگ میمونه توی این انتخابات و امثال این انتخابات اونم اینه که منطقی نیست برای جدا کردن یه شهر از یه کشور فقط مردم اون شهر نظر بدن برای جدا کردن یه منطقه یه شهر از یه کشور کل مردم اون کشور باید نظر رأی بدن نظر بدن این چیزی که خیلی حواسمون باشه کلا تو دنیا تجزیه طلب ها تو هر نقطه‌ای وقتی میخوان یک کاری بکنن دست میذارن رو مسئله دموکراسی میگن آقا دموکراسی مردم این منطقه میخوان جدا بشن خیلی خوب خاص مردم بر رعایت بشه منطقه کدوم مردم 5 درصد از مردم یا تمام مردم پرانتز بسته ادامه داستان داغ کریمه برای همیشه مون رو دل مردم اوکراین هیچ وقت نتونستن کنار بیان با این قضیه توی ارتش واگنر موقعی که اینا داشتن با اوکراینیا ها میجنگیدن های زیادی استخدام شدن از کشورهای آفریقایی خصوصا سودان ولی در این بود که یه عده از مردمی که ملیت اوکراینی داشتن و بیشتر مال گفتم همون شرق اوکراین بودن اونایی که روس تبار بودن طرفدار روسیه بودن اونا هم یه تعداد عضو شدن توی واگنر و عملا به کشور خودشون پشت کردن خیانت کردند. هنوز مهر نامه مأموریت واگنرا تو کریمه خشک نشده بود که باید واسه جمع کردن جنگ داخلی سوریه پا می شدن می رفتن سوریه مردم سوریه از سال 2011 که میشه سال 1389 خورشیدی در ادامه اون بهار عربی شروع کردن به تظاهرات علیه حکومت بشار اسد حالا دیگه میدونید قضیه چی بود دیگه بشار اسد هم وایساد و خلاصه یه جنگی شد که از یه طرف خود ارتش رسمی سوریه ارتش در واقع ارتشی بود که مال بشار اسد بود طرفدار بشار اسد بود از یه طرف ارتش آزاد سوریه بود که مخالفای بشار اسد بودن این دو دستگی اول شروع شد بعد دیگه سلفیا وارد شدن و یه جنگ داخلی خیلی بدی شد و اگر خاطرتون باشه تو سال 2015 بود حدودا یه دوره بود میگفتن کشوری به اسم سوریه دیگه باقی نمونده روسی از همون سال یعنی از سال 2015 به این جنگ پیوست با حملات هوایی هم شروع کرد میگفت آقا مواضع داعش رو داریم بمباران میکنیم همینجوری هواپیما میرفت و بمباران میکرد خاطرتون باشه از ایران هم یه چندتا هواپیما بلند شد حالا ولی خب میدونی کلا درباره حضور روسیه و ایران تو جنگ داخلی سوریه خیلی حرف و حدیث هست کاری نداریم فعلا بنابراین روسیه از 2015 وارد شد و واگنر ها گویا از همون سال یا 2016 دیگه رسما وارد این کارزار شدن واگنر ها از جنگ سوریه به بعد دیگه کم کم شناخته شدن توسط بقیه دولت ها اروپا فهمید، آمریکا فهمید، حتی ایالات متحده یه سری تحریم هایی رو شروع کرد و از کردن علیه واگنر. بعد جالبه بدونید تا قبل از جنگ جدید روسیه و اوکراین، همین یک سال خورده پیش اروپا حاضر نشده بود هنوز شخص پیریگوژینو تحریم کنه فقط آمریکا پیریگوژینو تحریم کرده بود ولی بشنوید از رفتار فرمانده های واگنر تو سوریه اسکای با دو تا از سربازی سابق واگنر مصاحبه کرده صحبت کرده به اسم الکساندر و دیمیتری که یعنی حالا احتمالا اسم اصلیشون هم نیست دیگه ببین الکساندر چی میگه میگه اینا اول ما رو سوار کامیون کردن میگه من حسابی ترسیده بودم نه تو تمرینات خیلی خوب بودم نه هیکل قوی و ورزیده داشتم هیچی ولی میگه اینا با این وجود من رو راه دادن به عملیات بردن منو بعد من گفته فرمانده های ما ما رو مجبور میکردن عملیات های انتحاری براشون انجام بدیم تو نبرد شهر پالمیرا که یکی از شهرهای باستانی سوریه بود اینا رو به عنوان گوشت دم توپ میفرستادن جلو تا برن از مناطق تحت تصرف نیروهای, متقاب، نیروهای مقابل گزارش تهیه کنند. الکساندر میگه تو اون گروهی که من بودم سه تا رو میشناختم از قبل میگه دو تا از اینا تو همون شناسایی همون روز ترکیدن به خاطر اون موشک هایی که میخورد اینجوری ما رو میفرستادن شناسایی بکنیم در ضمن اظهار نظر رسمی دولت روسیه اینه که آقا ما تو جنگ سوریه کلا 19 تا کشته دادیم در حالی که چیزی که اسکای تو مصاحبهش با اینا فهمیده اینه که صدها نفر از ارتش واگنر کشته شدن ولی خب هیچکس تایید نکرده بعد گفتم طبق قانون روسیه فعالیت پی ام سی ها مجاز نیست دیگه از اون طرف دولت روسیه در تلاش بگه آقا ما هیچ رابطه‌ای با واگنر نداریم اصلا کاری با اینا نداریم یعنی ازشون میپرسن واگنر میگن کی چی واگنر کجا بوده ما اصلا همچین اسمی تا حالا نشنیدیم برای اینکه بتونن خوب لاپوشونی بکنن این قضیه رو به یه حقه کثیف دست میزنن الکساندر گفته که وقتی از ما واگنر را کسی کشته میشد یا جسدش رو آتیش میزدند، یا میرفتن توی اوراق مثلا یه جوری گم و گورش میکردن تو اوراق چیز می نوشتن که آقا فلانی گم شد یا فلانی با ماشین تصادف کرد اصلا ربطی به جنگ نداشته بعد میگه بعضی وقتا می اومدن گورهای دست جمعی می کندن یه عده رو همین جوری بینام و نشان مینداختن توی این گورها این دیگه بیشتر بستگی داشته به کرم فرمانده ها، چه جوری رفتار بکنه با کشته های واگنر ولی مهمتر از اینا یه نکته ای که من وقتی خوندم واقعا روانه میخور به هم ریخت الکساندر میگه یه yeah, دمون تو سوریه رها شدن هیچ کس حاضر نشد مسئولیت همکاری با اونا رو قبول بکنه از طرفی ما موقع ثبت نام همه یه مدارک شخصیمون رو میدادیم به واگنر یه بخشی داشت بخش مثلا ستادی داشت ما اونا رو هر مدرک داشتیم میدادیم به اینا بعد از جنگ سوریه که ما برگشتیم رفتیم روسیه رفتیم که این مدارک رو پس بگیریم بتونیم زندگی بکنیم هرچی گشتیم گفتیم آقا ما یه همچین ستادی بوده مدارکمون رو دادیم بهش گفتن راجع به چی داری حرف میزنی مدرک به کی داری واگنر کیه همچین سازمانی اصلا وجود نداره تو خود روسیه و اینجوری میشه که خیلی از اون سربازا وقتی به روسیه برگشتن با برخورد پلیس مواجه شدن نه مدرک شخصی داره نه معلوم طرف کیه چیکاره از کجا بوده میگه خیلی از ماها هنوز تحت تعقیب پلیسیم یه سرباز دیگه به اسم دیمیتری تو مصاحبهش به اسکای گفته که حداقل پنجاه نفر رو میشناسن که به عنوان بازماندگان واگنر همین الان تو خیابونای مسکو آوارند هیچ مدرکی هم ندارن میگه الان هیچ کس منو نمیشناسه منو دور انداختن اینو دیمیتری میگه بنابراین واگنر اینجوری تونست خودش رو دست نیافتنی نشون بده شما واسه اینکه یه سازمانی رو یه جایی رو تحریم کنی یا مبارزه کنی خب اول باید شناساییش بکنی دیگه واگنر موضوع رو میورد به جنگ و وقتی مصرف اونا تمومی شد اینجوری باشون رفتار میکرد که هیچ مسئولیتی پیش نیاد براش در قبال اونا و واسه روسیه همچنین حضور واگنر رو تو سوریه در کنار حالا اون مسائل مربوط به جنگ داخلی کشور به محافظت از چاهای نفت هم مربوط میشد تو سوریه خب چاه نفت زیاده و روسیه هم نفت میبره به حال از اون چاه ها از یه مقداری شد یه سری از نیروهای واگنر رو اطراف اون تاسیسات نفتی مستقر کرده بودند تا از اینا محافظت کنن سر همین قضیه هم کلی تلفات داد واگنر ولی ولی حضور اینا تو سوریه ادامه در واقع شروعی شد برای ادامه دادن حضورشون تو کشورهای آفریقایی لیبی جمهوری آفریقای مرکزی، سودان، موزامبیک، چاد، مالی، ماداگاسکار اینا فقط مهمترین کشورهای آفریقایی هستند که واگنر توشون عملیات رفته بود تو لیبی جریان چاهای نفت مطرح بود براشون تو عملیات هایی که داخل لیبی انجام دادن مشخص شد بعدها که کلی مین و مواد منفجره استفاده کرده بودن با همونا کلی آدم کشته بودن بعدها سازمان ملل گفت احتمالاً واگنر توی لیبی دست به جنایت جنگی زده پنتاگون گفت حجم این مواد منفجره خیلی زیاد بوده بعد حالا به جز اون در کشورهای دیگه مثل سودان و آفریقای مرکزی هم جریان جریان معادن طلا و الماس بود پریگوژین همزمان سربازهای واگنر رو میفرستاد که برن زمین بازو رو مال خودش بکنن همزمان کلی کارگر سیاه و سفیدپوست هم استخدام کرده بود که با رعایت مسائل امنیتی هر روز سوار ماشین بشن برن به معادن و مشغول کار بشن کلی خبرنگار تو اون مدت سعی کردن که عکسی تصویری چیزی از اون افراد به دست بیارن ولی اونا خوب آموزش دیده بودن اونا یاد گرفته بودن چطور صورت خودشون رو بپوشونن کجاها که میرن عینک بزنن از این کارا فقط یه بار یه خبرنگاری موفق شد از داخل یکی از این ماشینا عکس ثبت بکنه رفت اون عکس کار کرد و نهایتا یه تصویری در آورد تو ماشین و سرچ کرد فهمید این تصویر متعلق به یه مترجمه مورد کم اهمیتی هم نیست گویا تو خیلی از پروژه های واگنر هم حضور داشته وقتی چهره این مترجمه لو رفت پریگوجین سری سعی کرد اونو از دید عموم حذف کنه و بذارتش کنار و این، اینجا بعد گویا یه سری خبرنگارم بدتر میرن که این مترجمه رو پیدا بکنن باهاش مصاحبه بکنن هیچ کدوم موفق به انجام این کار نشدن تو مالی دیگه خشونت واگنر رو خیلی اوج گرفته بود یعنی جوری پیش رفتن که بعدها یک گور دست جمعی کشف شد فهمیدن حداقل 300 تا مرد غیر نظامی تو این گور دفن شدن خیلی حرف 300 تا مرد غیر نظامی حالا اینا رو میگیم الان اینا مثلا یکی دو ساله داره در میاد دیگه اون زمان پریگوژین انقدر کار بلد بود اصلا نمیذاش کسی سر در بیاره از کارش مهمتر از اون از اهمیت کار فرهنگی خصوصا سینما هم غافل نبود واگنر اینقدر پول به جیب این آدم زده بود که دیگه میتونست هر کار فرهنگی میخواد هر پروژه فرهنگی میخواد انجام بده مثلا تهیه کنندگی سه تا فیلم اکشن رو توی لیبی و آفریقای مرکزی به عهده گرفت یکی از اون فیلم ها اسمش از توریست تو آفریقای پایتخت آفریقای مرکزی یعنی بانگی اکران شد این فیلم تو این فیلم داستان نظامی های روس روایت میشه که اینا مثلا اومدن با آفریقای مرکزی میخوان مردم رو از دست گروه های شورشی خشن نجات بدن بعد جالبه میدونید کارهای فرهنگی که پریگوژین انجام میده تو آفریقا مثل اینکه بینتیجه و بی تأثیر هم نبوده یه مدت که گذشت جوونایی دیده می شدن تو خیابونای این شهرهای این کشور که تیشرت هاشون تیشرت هایی که پوشیده بودن یه سری شعارها در حمایت از واگنر مثلا یه تیشرتی که یه مدت محبوب شده بود روش نوشته بود سوار والکریز یا راید آف والکریز این اسم مربوط میشه به یکی از اپراهای محبوب ریشارد واگنر بعد از اون طرف سودان هم خیلی برای واگنر و در واقع روسیه مهم بود و هنوز هم مهمه این جنگ اخیری که راه افتاده توی سودان خیلی چند وقتی که خیلی ازش میشنویم هنوز هم واگنر گویا نقش دارن و هنوز هم روسیه داره این جنگ توش تو این جنگ نقش بازی میکنه حالا راجع به حضور این واگنرها تو آفریقا اطلاعاتی به دست آوردیم من خیلی نخواستم دیگه بریم تو جزئیات چون میخوام تو اصل داستان بمونیم وقتش برگردیم به پیریگوژین و اوتکین یه خورده بیشتر بریم تو سازمان واگنر و از یه پرونده امنیتی کاملا سری پرده برداریم البته ما که پرده بر نمیداریم این بخش رو از تحقیقات رسانی بلینکت دارم نقل میکنم که قبلا رفته پرده برداشته منم از بلینکت اجازه گرفتم یه ایمیل دادم گفتم من میخوام تصاویرتون رو نشون بدم اطلاعاتتون رو استفاده بکنم و اونا هم گفتن چرا که نه و گوهد یادتونه درباره رزومه اوتکی نرف زدم دیگه گفتم یه نمیگن میگن اینا این آدم صرفا عروسک خیمه شب بازی پوتینه و پیریگوژین حالا بریم ببینیم این ماجرا به کجاها کشیده شد واگنر از نظر تیم سازی و تشکیلات خیلی شبیه باندهای مافیاییه نمیدونم اپیزود اول و دوم داکیو دراما رو شنیدید یا نه تو اون کامل توضیح دادم که تشکیلات یه باند مافیایی چطوریه واگنر هم یه رهبر میدانی داره که اوتکینه یه رهبر تشکیلاتی و مهمتر داره که پریگوژینه ولی رهبریش به صورت یه زنجیره داره انجام میشه یعنی طوری طراحی شده که اگه یه نفر حذف بشه ضربه اطلاعاتی و امنیتی مثلا محکمی نخوره نابود نشه واگنر اتفاقی که از غذا رخ داد و منجر به کمرنگ شدن حضور اوتکین هم شد ولی واگنر هنوز داره به قدرت پیش مید. بریم سال 2016 زمانی که پوتین داره از نظامی های روسیه قدردانی میکنه بهشون مدال میده چرا چون رفتن تو کشور سوریه عملیاتش رو کردن و حالا به اون اهداف و منافعی که پوتین مد نظرش بوده رسیدن ولی مشکل از جایی شروع شد که عکس این مراسم لو رفت تو این عکس میبینیم پوتین با همون جست همیشگیش وایساده وسط دستاش انحنایی داره از آرنج به اصطلاح خودمون جاهلی وایساده و یه عده نظامی هم کنارش وایسادن یه تعداد اینا مهم نظامی روسی اند دیگه من اسمشون رو نمیگم یکی از اینا اتکینه ولی چرا چهره اتکین توی این عکس هویدا شد مگه قرار نبود اتکین اسلحه مخفی پوتین باشه چی شد پس اینجاست که مشخص میشه سازمان های امنیتی اطلاعاتی هر قدم کله گنده و مخوف باشن باز ممکنه یه جا سوتی بدن بعد از انتشار این عکس بود که دیگه پوتین و در واقع دارو دستش هیچ وقت نتونستن ثابت کنن که آقا ما به تشکیلات واگنر هیچ ربطی نداریم تا قبل این عکس پوتین میگفت آقا تو قانون روسیه PMC ام سی ها غیر قانونی ما هم کاری نداریم شما یه سند بیار که مثلا اینا از ما پول گرفتن بعد هرچی شما میگید درسته ولی وقتی این عکس پخش شد دیگه پوتین نمیتونست همچین کاری بکنه فقط دیمیتری پسکوفو به عنوان سخنگوش فرستاد که مثلا بره جریان و ماسمالی بکنه جریانی هم که هیچ وقت دیگه ماسمالی نشد دیگه از اینجا به بعده که ها سرازیر میشه علیه واگنر و پریگوژین و اینها مشخص دیگه یک گروهی مثل واگنر که قرار تو سراسر سر دنیا فعالیت بکنه و تازه بخشی از فعالیتش هم تجاریه صرفا نظامی نیست خب نباید تحریم بشه تحریم شدنش مسدود شدن حسابهاش خیلی ضربه بزرگی میزنه و اینجوریه که اینا مجبور شدن یه تصمیم سازمانی و حرفه‌ای بگیرن. حذف اوتکین از افکار عمومی حالا میخوام خوب به داستان گوش بدید ببینید پریگوژین و تیمش چطوری تونستن اوتکین از یه قول نظامی ترسناک تبدیل بکنن به یه چهره خیلی عادی کاری بکنن که دیگه رسانه ها نسبت بهش هیجان و کنجکاوی نداشته باشن و قضیه کم کم فراموش بشه وقتی سر و صداها خوابی دیگه کسی اوتکین توی انظار ندید فقط تحقیقات نشون میده که تا سال 2019 چند تا سفر مخفی داشته تو خود خاک روسیه نوامبر 2017 رسانه ها خبردار شدن فردی به نام اوتکین انتخاب شده به عنوان مدیرعامل شرکت کیترینگ پریگوژین یکی از همون شرکت هایی که تو صنایع غذایی داشته فعالیت میکرده پریگوژین اینو به عنوان مدیر عاملش انتخاب کرده همه تعجب کردن اوتکین این نظامی بود شده مدیر عامل شرکت از پیرگوژین سوال شد گفتن آقا قضیه چیه گویا یه همچین آقایی با همچین اسمی شده مدیرعامل شرکتتون پیرگوژین جواب داد که آقا این یه تصمیم سازمانی بوده واسه شرکتم یه نفر رو که آدم قابلی بوده من انتخاب کردم که بشه مدیر شرکتم زمین این که مثلا نمیدونم شما راجب به چی داری طرف میزنید من تا حالا اسمی از واگنر نشنیدم مثلا نمیدونم قضیه چیه ولی واقعیت جالب تر از این حرفا بود واقعیت این بود که این اتکین اصلا اون اتکین نبود اینا آمده بودن یه مردی رو که 18 سال از دیمیترو اوتکین اصلی جوانتر بود و فقط سه ماه سابقه مدیریت یه شرکت استارتاپی داشت رو آورده بودن به صورت قانونی اسمش رو به اوتکین تغییر داده بودن و به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند. اسم این آقا الکسی کارناخوف بود منتها گویا وقتی یه خورد گذشت مشخص شد که شماره مالیاتی اتکین جدید مطابق با شماره مالیاتی یه آدم دیگه به اسم الکسی کارناخوف فهمیدن این همونه و پروژه لو رفت پس تو مارس 2018 همزمان واگنرا داشتن تو دیروزور سوریه می و یه شکست بدی رو هم متحمل شدن پیروژین تصمیم گرفت اتکین قلابی یا همون کارناخوف رو از مقام مدیریت شرکتش برکنار کنه فعلا خودش میشه مدیر همین شرکت ولی پرگوجین میگم خیلی شخصیت عجیبی داره درس گرفت از این پروژه یعنی ای نیومد شکست و بپذیر و قر کنه و بره بشین خونه و از این اصلا کسی که این مدلی باشه طبیعتا به اون سطح نمیرسه یه پروژه دیگر رو شروع کرد اومد تحلیل کرد آسیب شناسی کرد که آقا من گافام چیا بوده کجاها سوتی دادم بیام اینا رو حل کنم میخواست این بار یه اتکین قلابی بسازه که دیگه کسی واقعا شک نکنه ضمن اینکه همزمان یه اتفاق بد دیگه هم واسه پریگوژین افتاد چی بود جریان؟ سه تا خبرنگار روسی خبردار شده بودن که آقا واگنرا تو آفریقا دارن تو کار مثلا تجارت الماس و طلا و اینا هستن این سه ها میشن برن آفریقا میخوان برن تحقیق کنن ببینن ماجرا چیه پریگوژین هم خب سریع با خبر میشه دیگه کلی آنتن داره اونجا بش. اطلاع میدن یه جوری سناریو چید که اینا رو بکشونن به یه جای پرت و کلک هر ستا رو کندن ولی قتل این ستا خبرنگار مثل بوم ترکید حالا دیگه فشار خیلی زیادی روی پریگوژینه استرس روشه تصمیم میگیره تا بیشتر تو منجلاب فرو نرفته فعلا یه پروژه موفق واسه اوتکین پیاده بکنه از شر اون راحت بشه بعد بره واسه ماسمالی کردن قتل این خبرنگارا ببینیم چیکار میکنه اوایل سال 2018 یه محکوم سابقه دار اهل سنت پترزبورگ رو پیدا میکنه این آدم نه اصلا تا حالا تجربه و رزومه ای تو بیزنس داشته نه چیزی یه محکومی بوده مشخص دیگه میخواست آدمی نباشه که مثل سری قبلی پرونده مالیاتی داشته باشه یا آدم مثلا کسی باشه که رزومش تو اینترنت موجود باشه برن در بیارن ببینن کیه اسمش هم الکساندر آنوفریف بود بعد اینو اسمش رو آورد کرد دیمیتری اوتکین دوباره منتها گفتم اون اتکین قلابی 18 سال تفاوت سنی داشت با اتکین واقعی ولی این بار این آدمی که انتخاب کرده بودن فقط دو ماه فاصله سنی داشت دیگه همه چیز اوکی بود که بره و پروژه رو موفق انجام بده اتکین قلابی وارد کار شد بلافاصله چهار تا شرکت تأسیس کرد این شرکت ها رابطه غیر مستقیم داشتن با گروه تجاری خود پریگوژین تمام تلاش پریگوژین با این کارا دور زدن تحریما بود میخواست اتکین رو از تیتر یک رسانه ها خارج کنه و اون شخصیت واقعی اتکینم هم تو همه این زمان ها مشغول کار بود یعنی بیکار نشسته بود داشت فعالیت های واگنرا رو تو آفریقا یا حتی تو سایر کشور رو مدیریت میکرد منتها خودش دیگه به اونجا رفت و آمد نداشت بعد یه مدتی سال 2019 قرار شد یه سفر مخفیانه داشته باشه به با آفریقا داشت با چند تا نظامی مهم برجسته میرفت آفریقا ولی قبل اینکه سفر انجام بشه لغو شد گویا سرویس های اطلاعاتی روسیه با خبر شدن که آقا این سفر لو رفته اگه بری اتفاقا و عواقب بدی میافته واسه ما نتیجه تمام پروژه هایی که انجام داد پیریگوژین برای حذف اوتکین این بود که این آدم دیگه واقعا از انظار حذف شد داشت کار خودش رو میکرد کسی هم دیگه اصلا کاری باهاش نداشت واگنر هم داشت عملیات اجرا میکرد هر جا میخواست میرفت عملیات اجرا میکرد موفق هم بود بعد برای اینکه بتونه اون قضیه خبرنگارا رو هم بکنه یه تیمی میفرسته آفریقا یه تیم مستندساز ساز اینا میرن با مردم حرف میزنن میرن یه مستند میسازن میخوان بگن که آقا مردم اینجا خیلی ما رو دوست دارن خیلی روزها رو دوست دارن شرکت پیریگوژین رو خیلی دوست دارن و این چیزایی که گفتین اشتباهه بعد راجع به اون قضیه قتل سه خبرنگار هم یه داستانی سرهم میکنن و کلا قضیه جمع میشه تصاویرش رو تو یوتیوب میذارم یه خانم مستندساز خیلی زیبا بلوند روس خیلی شیک و مجلسی لبخند به لب رفته و مردم داره حرف میزنه مردم هم یه جوری رفتار میکنن که مثلا میگن روسیه ممنونیم که هستی منتها همه این پروژه ها همه این تلاش های پریگوژین تا قبل از جنگ جدید اوکراین و روسیه اهمیت داشت چون پوتین و شخص پریگوژین میخواستن واگنرا رو از شدت گرفتن تحریما در امان نگه دارن و رابطهشون هم با واگنر خوب تکذیب میکردن منطقه وقتی جنگ جدید روسیه و اوکراین شروع شد یه تغییر استراتژیک بزرگ تو کارهاشون اتفاق افتاد دیگه از اینجا بعد میبینیم واگنر خیلی رو داره بازی میکنه دیگه کسی تلاش نمیکرد که واگنر بماچه سربازای واگنر خیلی واضح و مشخص کنار نیروهای رسمی ارتش روسیه بودن وارد خاک اوکراین میشدن عملیات اجرا میکردن مشخصه دیگه وقتی کل روسیه رفته زیر تحریم دیگه چه اهمیتی داره واگنر تحریم بشه یا نشه خب میریم به آخرین پرده از این اپیزود پنجم اسفند 1400 بود که یه روزی خبر رسید روسیه جنگش رو علیه اوکراین شروع کرده یادتون باشه قبلش فقط تهدید میکردن و همه همین میگفتیم بابا جنگ نمیشه پوتین بالاخره دیگه اینجوری هم نیست یه خورد تر از این حرفاست ولی یهو جنگ شروع شد روز هم تا یه مدت به جای کلمه تهاجم یا جنگ از کلید واژه عملیات ویژه استفاده میکردن حضور واگنر تو این جنگ روز به روز قوت گرفت دیگه نیازی هم نداشتن مخفی باشن دیگه رو بازی میکردن و قشنگ تحتشون باز بود هر کاری میخواستن میکردن ولی در مقابل اوکراینیام این بار دیگه خیلی محکم وایسادن مثل سری پیش عمل نکردن نماینده های پارلمان بریتانیا گزارشی دادن همین چند وقت پیش گفتن که توی این جنگ واگنر حداقل سه هزار تا تلفات داده رقم کمی نیست دا کلا میگن آقا تعداد سربازای واگنر تو جنگ اوکراین هشت هزار نفر بوده سه هزار تا کشته دادن فقط سربازای واگنر هم تو این جنگ کم جنایت نکردن کارهایی انجام میدادن ازش فیلم میگرفتن تو فضای مجازی منتشر میکردن اصلا میخواستن ترس بندازن تو دل مردم تو یکی از این کلیپ هایی که پخش شد متاسفانه خیلی بد بود خیلی دلخراش بود دیدیم که سربازهای واگنر یه سرباز اوکراینی رو گرفتن دارن اعدام صحرایی میکنن سر سرباز رو با یه چسب 5 سانتی چسبوندن به یه بلوک که نتونه سرش رو تکون بده بعد مثلا باش حرف میزنن میخوان ازش یه جمله ای بکشن بیرون نمیگه و محکم با یه پتک میکوبن به کلش بعدم در عین قصاوت اون پتک خونی رو میذارن توی یه جعبه ویالون پست میکنن برای پارلمان اروپا و عکسش هم پخش شد و من هم میذارم احتمالا پوتین انتظارش از واگنرا ولی خیلی بیشتر از این حرفا بود اون یه عملیات یه جنگ خیلی بزرگ شروع کرده بود به تمام آبرو و حیثیت و همه چیز بسته به این جنگ بود و هست هنوز به خاطر همین انتظار داشت واگنرها خیلی محکمتر از این برن یه کار بزرگتر بکنه. یه عملیاتی برای اینا تعریف کرد پروژه ترور زلینسکی اوایل جنگ رسانه ها از این حرف میزدن که آقا روسیه در تلاش بوده که زلینسکی رو ترور بکنه خیلی منطقیه دیگه خب زلینسکی آدم کاریزماتیکیه آدم محبوبیه همه اومدن پشت اون وایستادن و اوکراین رو نجات دادن کافی بود این آدم ترور بشه عملا جنگ تموم شده بود عملا اوکراین باخته بود نشریه بیزنس یه بیزنس اسنایدر یه تصویری منتشر کرده از یه سری پلاک که تو انگلیسی بهشون میگن داگ تگ پلاکایی هن که گردن نظامی ها میندازن که مثلا برای شناسایی هویتشون استفاده بشه اگر کشته شد مثلا بدونن این کیه و چیکار است عکس این پلاک رو هم وزارت دفاع اوکراین داده به بیزنس اینسایدر رو پلاک یه طرف آدرس یه وبسایته، یه طرف شماره تلفن با کد کشور سوریه یه طرفش هم یه آدرس ایمیله و بعد به زبان انگلیسی، فرانسوی و عربی نوشته که لطفا کمک کنید با ما تماس بگیرید. اینکه پیش شماری سوریه هست میگن احتمالا دیگه اصلا وقت نکردن مثلا عوض کنن و اینا تو سوریه عملیات میرفتن دیگه همون پلاکه مثلا مونده گردن اینا. بعد تایمز لندن گفت که پوتین به واگنرها قول داده بود اگر زلینسکی رو ترور بکنید و اوکراین شکست بخوره یه هدیه بزرگ بهتون میدم ضمن اینکه حداقل سه تا حمله سه تا حمله یه ترور توسط اوکراینیا دفع شد که تاریتشون زلینسکی بود هرچند جزئیاتی فعلا پخش نشده از این عملیات ها ولی گویا هم واگنرها نقش داشتن هم چچنیا به رهبری رمضان قدیروف متحد پوتین که تو اپیزود شمیل درباره رابطه این دو نفر کامل گفتم بعد اینکه این عملیات ترور خونسا شد کم کم یه سری از افراد فاش کردن که چطور این عملیات ترور در خونسا شده چه جوری با اینا مقابله کردن خیلی جالبه اولا میگن که کارشناس های اطلاعاتی CIA یا حالا به عبارت دیگه جاسوس آمریکایی نقش داشتن یعنی کمک میکردن به اوکراین تاکتیکشون خیلی جالبه اینجوری بوده اینا هر روز زلنسکی رو تو چند تا مکان جابجا جا میکردن چون قرار بود زلنسکی تو کیف بمونه تو اوکراین باشه اگر از اوکراین خارج میشد و مردم میفهمیدن که قطعا میفهمیدن اصلا بار روانی سنگینی داشت باید میموند اونجا باید تو متن حادثه میموند پس اینو هر روز جابجا جا میکردن از صبح تا شب نمیذاشتن تو یه مکان بمونه هر روز صبح که میشد یه عده از نیروهای CIA و سربازای محافظ اوکراینی اطراف آقای رئیس جمهور رو میگرفتن خیلی مخفیانه از اینجا به اونجا از اونجا به اینجا می بردن و هر بار یه تروریست که میومد سر وقت زلینسکی میدید ای بابا جا تر و بچه نیست و خیلی هم زود لو میرفت و دستگیرش میکردن خیلی حرفه ها سه تا عملیات ترور واسه حذف یه رئیس جمهور تو مدت چند ماه و هر سه تا هم خونسا شده و گندش در اومده اینا گاف های اطلاعاتی سنگینی بود که واگنر رو داشت انجام میداد در کنارش سه هزار تا کشته هم داد شکست هایی که واگنر داشت تو جنگ اوکراین عملا باعث شد اون تصویر مخوف و ترسناکی که از خودشون ساخته بودن از بین بره اون حیمنه ای که سالها طول کشید پیریگوژین با پول اتکین با کاری نظامی و پوتین حالا با در واقع نقشه ها و ایده هاش داشتن اون حیمنه رو می ساختن عملا یهو از بین رفت اگر اخبار جنگ اوکراین رو دنبال می کردید حتما یادتون هست چند ماه پیش خبر رسید اوکراین یک کاره چند تا موشک فرستاده و یکی از پایگاه های مخفی واگینه رو تو خاک روسیه زده خیلی جالبه حالا چی بوده جریان معلوم شد کارشناس های اطلاعاتی اوکراین داشتن رصد میکردن امواج ماهواره ای و امواج تلفنی و اینا رو بعد متوجه میشن یه نقطه ای هست که ازش امواج تلفنی داره پخش میشه ردشون میگیرن میفهمن یکی از سربازای واگنر داره با تلفن حرف میزنه تحقیق میکنن میفهمن که بله اینجا یکی از پایگاه های مهم واگنر رو میبندن به موشک و خیلی اونجا تلفات داد واگنر واگنر هم تو این جنگ عملیات موفق کم نداشت و کم هم ضربه نزد به اوکراین ولی واقعیت اینه الان که بیشتر از یک سال داره میگذره از این جنگ میشه قضاوت کرد که حداقل واگنر باخت تو این جنگ شکست خورد اخیرا هم اعلام کرد یک سخنگوی واگنر که قرار از شهر باخمود خارج بشیم جایی که قبلا خیلی مینازیدن که ما این شهر رو گرفتیم حالا دارن خارج میشن ازش برام واقعا جالبه ببینم بعد از این قضایا پوتین و پریگوژین دست به چه کاری میزنن واقعا مسئله است برام و سواله میان واگنر رو احیا میکنن قدرت و اعتبار از دست رفتش رو برمیگردونن یا نه واگنر رو کلا پروندهشون رو میبندن میذارن کنار میرن سراغ یه دیگه خیلی میتونه به نظرم آموزنده باشه نمیدونم با چه اصطلاحی بگم آموزنده باشه نمیدونم الهام بخش باشه جالب باشه کنجکاوی برانگیز باشه نمیدونم چی ولی مهمه که یکی مثل پوتین یکی مثل پریگوژین چی کار میکنن با واگنر و بعدش دنبال چه راه حلی میرن چون اینا که کوتاه نمیان بالاخره اینا از قدرت کنار نمیان اینا برایشون مهم قدرت امیدوارم که این اپیزود بهتون این کنجکاوی رو بده که از این به بعد بیشتر اخبار جنگ و فعالیت های واگنر رو دنبال کنید ببینید قضیه قراره به کجاها برسه خب به پایان اپیزود پنجم پادکست داکیو دراما رسیدیم ازتون خیلی ممنونم که وقت گذاشتید این اپیزود رو شنیدید لطفا اگر داکیو دراما و محتواهاش رو مفید و مناسب میدونید حتما توی یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، کست باکس و حتی شنوتو این پادکست رو دنبال بکنید حتما به دوستاتون و اطرافیانتون داکیودراما رو معرفی بکنید زمینه که من دوست دارم هر اپیزود شما رو ببرم به یه کشور و یه منطقه از دنیا یه مستند سیاسی جنایی جذاب براتون بسازم از چیزهایی که داره اتفاق میفته ای... البته برام مهمه که موضوعات ایرانی هم انتخاب بکنم یعنی قرار صرفا خارجی باشن احتمالا اپیزود بعدی که اپیزود 6 میشه یا بعدیش که اپیزود هفت میشه یه سوژه ایرانی براتون انتخاب بکنم یه مستند که فکر میکنم تا حالا کسی دربارش کاری نساخته و عجیبه که نساخته و, ب... و نمیخوام باشه که دربارش چیزی ندونیم مهمه مهمه که بدونیم دربارش خیلی سپاس گذارم ازتون و خدافزی میکنم از شما ضبط شده به تاریخ 20 اردی به